سوال پیام کوتاه میگه اگه اون 45000 تا اول 45000 در هر دقیقه یورو اول بود که اصلا رفت بود، الان 3 میلیون قطعا بالاتر شد. الان یکم میگن بهتر شده اوضاع، اینکه دوستان برای 15 بار که فرستاده طرف 15 ام تونسته بفرسته. ما با بحث توانی رو دیدیم، بعد صحبت میکنیم با دوستانمون در باشگاه مختلف. یه بخش دیگه هم مصاحبه های پاس همدان هست، بعدش بررسی میکنم اصلا چی شد، چه بلایی سر پاس آوردند. یعنی واقعا یه شاهکار بود، هیچ جای دنیا همچین شاهکاری نمیتونه اتفاق بیفته. تیم قدیمی با این همه قدمت سابقه، اصلا هیچ جای دنیا تاریخ و نوستالژی رو نمیتونن نابود کنن که اینجا این کارو کردن. یعنی ما با تاریخ کشورمون و فوتبالمون این اتفاق در واقع براش انجام دادیم، نابود کردیم باشگاه رو. بریم یه مسابقه تو همدان دوستان انجام دادن رو ببینیم، بعدش اون داستان سقوط پاس همدان رو با همین اونو ببینید، با دقت ببینید ببین چی شد، چه بلایی سر پاس آوردند. بعد دیگه میریم سراغ دوستانم در همدان و اینور اونور و سعی میکنم باشون صحبت کنیم. با ما همراه باشید. درسته ما خودمون باید سرنوشت خودمون رقم میزدیم تو بازی با شهرداری تبریز، باید این اتفاق میافتاد که ما اونجا بازی بردن رو مساوی کردیم. چهار سال زحمت کشیدی مله اما تیم خراب کرد. آقا یارو به هفته بازی از دست، هفته تو امتیاز 21 امتیاز از ما 19 امتیاز از دست دادی، اما تو امتیاز گرفتی 7 تا 21 معادله ریاضیه، دو تاش ازش کم کنی 19 تا پر، از اون 19 تا دو تا ما گرفتیم رو مونده بودیم مرد حسابی دو تاشو. ما دنبال مقصر نباید بگردیم، مقصر رفته راحت تو خانه‌اش خوابیده، نه آقای مدیر روستا مقصره، نه آقای صوفی مقصره، کسی مقصر نیست. مقصر اصلی ببین ایشان قسم خورده بود تیم پاس بندازه، شده بود مثل توپ فوتبال، این تیم مینداخت در میرفت و یکی تیم اون مینداخت میرفت و یکی توی فت چهار تا تیم مربیگری که هر چهار تا تیم هم خراب کرده. استیلازیم پاس هفت بازی یک امتیاز 180 میلیون پول، 1 میلیارد هم با از چهار تا تیم گرفت. امروز اعلام کردن 3% پاس احتمال رو دست یک، او 3% شده. البته چیه؟ شاید بابای من نشسته خانه، علتشونه. بابا شما نگاه کنید، بابا آمدی تو زمین بازی کنی یه مساوی، بارسلونا بهترین تیم دنیا میرن تو زمینش یه مساوی میگیرن، اینجا نمیشه در استقلال مساوی گرفت، شاید نمیشه. شاید فوتبال اینا خب فرق داره، البته کما حرفه ای هم فرق میکنه. بابا چی بگی بابا، ما رفتی دسته یک، نفت مخابره عراق میگه میشه به دسته یک، 5 سال اونا بعد لیگ برتر باشن. میچرخه فوتباله بابا، میچرخه. باید بریم دسته یک، تیمی هم که بره دسته یک یه قانونی تو فوتبال استقلال اهواز شیرین فراز کرمانشاه اینا الان هستن. نگاه کنید شما خیلی خیلی بخوان راحت میان بالا، 3 سال طول میکشه. 15000 تا بوشی که فقط بهش خیلی پاس اومد، فقط به خاطر داد داورم اینجوری میشه. ما از کجا گفتیم با بدبختی رسیدیم اینجا، میشه چی بره فقط اون. من خودم فکر میکردم میافتاد، با اینکه داشتیم تلاش میکردیم، با اینکه داشتیم شبانه روز از زن بچه‌مون گذشته بودیم، از شرف و آبرو، حیثیت، اعتبار، تجربه، هر چی که شما فکر کنید گذشته بودیم. بابا خونت خراب، تیم 18ام 15 امتیاز گرفته، هنوز ته جدوله. چی کار کردن با این تیم؟ چی کار کردن؟ اگه همه از اول آقای ملایی عوض کنه آقای صوفی میامده چی میشد؟ ما میمانیم الان دیگه، الان میمانیم دیگه. خب بازیکنه که اول فصل ملایی خیلی چه بازیکنه بود آخه؟ نه کدام از این بازیکنه 80 دسته تیم در حد دسته یکن. بازی با استقلال اگر اینا با هم شرایط قرار گذاشته بودن که با هم برن، چرا آقای مدیر روستا رو فرستادن؟ آقای مدیر روستا کی آوردن؟ آقای یاوری آوردن. به خدا همه چوب آقای یاوری ما داریم میخوریم اینجا. من پاس تهران بودم، به خدا عظمتی پاس تهران داشت، شکوهی پاس تهران داشت. کو از پاس تهران؟ با
باید مدیریت قوی باشه و بازیکنی که میاد همدان به خاطر 5 6 میلیون نمیتونن قرارداد ببندن. باید بازیکنی که میاد قرارداد ببنده باید قرارداد ببندن تیم جون نشه. اگر یه آقای ملایی میذاشت مدیر روستا میمان دورش نمیذار چی میکرد این تیم جون نمیشد. الان تیم جزء هفت تیم اول بود. آقای مدیر روستا یک از مربیای خوب کشوره. سفره فوتبال یه استان یه سری آدم بر نسبت اونایی که اصلا درک از فوتبال ندارن هیچی نمیدونن یه سفره یه خانواده رو تعطیل کردن. مربی من باید بومی باشه. مدیر عامل باید بومی باشه. سرپرست من باید بومی باشه. همه ما باید بومی باشه. مرد حسابی یه دقیقه استان از این رو به اون رو شد. یک دقیقه تا دقیقه 90 تیم پاس مونده بود، دقیقه 91 مونده بود، دقیقه 92 مونده بود، دقیقه 93 تیم پاس افتاد. حتی فوتبال قانون نانوشتش اینو میگه. از فصل بعد دیگه اثری از پاس قهرمان آسیا در سال 71 و قهرمان پنج باره لیگ ایران در لیگ برتر دیده نمیشه. یکی از تصمیم‌های عجیب برای فوتبال ایران گرفته شد. مسئولان نیروی انتظامی اعلام کردند دیگه تیمداری نمی‌کنند و امتیاز پاس رو به استان همدان هبه کردند. این تصمیم غیر ورزشی صدای اعتراض همه رو بالا برد. بدهکار نبود. با همه احترامی که برای شهدای کشورمون من قائل هستم و احترامی که برای خودشون و خانواده‌هاشون قائل هستم، من فکر می‌کنم که اگر این بدعتی بشه که ما تیم‌های بزرگمون رو به استان‌های مختلف بدیم، من فکر می‌کنم که همه استان‌ها فردا که همشون هم شهدای عزیزی رو دارن، اونها همین توقع برشون ایجاد میشه که تیم‌های بزرگ رو به اونجا بدیم. همدان که در هیچ یک از لیگ‌های دسته‌های پایین‌تر هم تیم نداشت، به یک بار در لیگ برتر صاحب تیم شد و مردم این شهر با شور و شوقی عجیب از بازی‌های تیمشون استقبال کردند. اما خیلی‌ها عاقبت خوبی برای این تیم خلق‌الصایه متصور نبودند. کارشناسان فوتبال و پیشکسوتان پاس بارها عنوان کردند راه این که یه شهر در لیگ صاحب تیم بشه این نیست که یه تیم قدیمی و پر افتخار رو نابود کرد و به یه شهر دیگه فرستاد. من قول به شما میدم این تیمی که تیم پاس رو خریده پس از 3-4 سال آینده این تیم چون اون ریشه قویه نداره از بین میره. آیا میشه یه بچه‌ای که کلاس اول ابتدایی یوش دکترا بدن یا یوش لیسانس بدن یا بیارنش تو لیگ برتر؟ اصلا آمادگی داره اون شهر، زحمتش کشیده، یه نامرده رنج گنج میسر نمیشه. اما این صحبت ها هیچ تأثیری نگذاشت و در پی اون پیکان و سبا هم از تهران بیرون فرستاده شدن و چنین نقشه‌ای برای راه آهن و نفت هم کشیده شد. به هر ترتیب روزهای خوب پاس خیلی دووم نداشت. این تیم در اولین فصل حضورش در لیگ پنجم شد، اما از اون به بعد حرکت در سراشیبی رو شروع کرد. پاس همدان در لیگ هشتم با قرار گرفتن در رده دوازدهم به کار خودش پایان داد و در لیگ نهم در روز آخر بقای خودش رو جشن گرفت. اما این فصل در روز آخر به شکلی باور نکردنی جای شادی با غم در همدان عوض شد و پاس سقوط کرد. مطمئنن چنین شاهکاری فقط در فوتبال ایران خلق میشه که یه تیم پر افتخار با قدمتی نزدیک به نیم قرن رو که در بین باشگاه‌های ایران از بود اینتان یک بار سرنوشتی بین و سبا تماشاگر جذب کنن. قزوینی‌ها رو تبریم میکرد خورده برای ورزشی ها کردن که انبا از بردنه. حضور موفق تیم های مثل تراکتور سازی یه تیم خودش به لیگ برتر صعود کنه خواهد بود تا اینکه سیون و خرید امتیاز لیگ برتر بس همون چش کارشنا بدبینی صحبت کرد. فوتبال ایران بسیاری از تصمیم های ورزشی رو آدم های غیر ورزشی میگیرن و اعتنایی هم به نظرات کارشناسان ندارن. پاس به همدان فرستاده شد تا یکی از سرمایه های ارزشمند فوتبال ایران نابود بشه. بله، داستان سقوط پاس همدان رو دیدید. یه نکته جالب، ما همونجوری گفتیم دوستان تلاش کردن مشکل رو حل کردن، یعنی حالا خیلی بهتر شده. الان ما
رفتیم این آیتما رو ببینیم 1 میلیون فکر کنم 6700 و الان شد 2 میلیون 800 نه عجیب غریبی الان و اون دست از عزیزانی که فرستادن و پندینگ و هنوز نیومده دوباره باید بفرستن، یعنی اینجوری نیست که ارسال بشه، هر کی نفرستاده و نخوابیده بفرسته یا اگه خوابیده بیدارش که میگه بفرسته، چون الان دیگه مشکل سیستمم برطرف شده، دوستان تلاش کردن به حال مشکل اصلا معلوم بود یه اتفاقی رخ داد، چون اول اون سرعت بالا بعد این اتفاق رخ داد. فکر کنم تا چند دقیقه به 3 میلیون هم برسیم که همه گزینه یک رو فرستن به یاد ناصر حجازی عزیز. اما جدول مسابقات لیگ برتر رو یه مروری با هم بکنیم که انتهای جدول چه اتفاق